سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز و گل، وقتتون بخیر باشه، صبحتون بخیر. بچه ها، من اومدم در رابطه با فرصت مجدد ترمیم معدل یه سری پیگیری ها کردم، یعنی اونقدر زنگ زدم دیروز که کم مونده بود کلا بلاکم کنن، یعنی ببینید چقدر پیگیری کردم و اینطور چیزها. مثل اینکه یه سری چیزها در جریان هستش، یعنی مثل اینکه یه سری صحبتها داره میشه، یه سری زمانها داره داده میشه برای فرصت ترمیم معدل مجدد. حالا کی، چطوری و کجا؟ ببینید، من همونطور که قبلا گفتم و احتمال میدم، به نظر خودم این احتمال وجود داره که برای دی ماه امسال آموزش پرورش بیاد و یه بخشنامه جدید صادر بکنه و بگه که بچه ها میتونن یک بار دیگه ترمیم رو داشته باشن. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه هر سال این بخشنامه آموزش پرورش باید بیاد ولی هنوز نیومده، یعنی بخشنامه تعلق بگیره به استانها و ابلاغیه به قول معروف بیاد که آقا ما این تغییرات رو دادیم. خب این تغییرات رو دادیم. چرا؟ چون حتی هنوز شیوه نامه ترمیم معدل هم منتشر نشده، اصلا نیومده شیوه نامه، در حالی که شیوه نامه باید بیاد که مثلا دوباره بگه آقا ما همچنان همون شیوه نامه رو داریم، ولی هنوز نیومده. که این احتمال وجود داره که چون پیگیری کردم یه سری از افراد هستن که دارن صحبت میکنن برای ترمیم معدل مجدد و فرصت مجدد بهتون داده بشه، ولی چون قطعی نیستش واقعیتش نمیخواستم ویدیو ضبط کنم، ولی گفتم برای اون کسایی که منتظر ترمیم معدل مجدد هستن حداقل یه روحیه‌ای بهشون بدم و یه انگیزه‌ای بهشون داده بشه. و مطمئن باشید که اگر قرار باشه اتفاقی بیفته یه سری خبرهای خوب میفته در رابطه با ترمیم معدل مجدد، و اونم اینه که همونطور که گفتم ممکنه توی دی ماه این کار رو انجام بدن، چون آموزش پرورش به شدت به بودجه زیادی احتیاج داره، یعنی الان بودجه کمی داره و مجبوره که دوباره ترمیم رو برگزار بکنه، و چون اعتراض زیاده و چون در واقع شورای عالی انقلاب موافق ترمیم مجدد هستش ولی آموزش پرورش داره مخالفت میکنه، احتمالا به نتیجه برسن که ترمیم معدل مجدد برگزار بشه. گفتم این خبر رو بهتون بدم ولی کی معلوم نیست.